خصلت در بشر بود، بشر اولیه، یعنی جد قرایرش قرار داده بودند. نه اینکه خودش، البته حیوانات از این جهت تقریبا از همون بعد به تولد اون چه باید داشته باشن دارن. گوسفند، سگ، گربه، اینا که میبینیم. اما اول که به دنیا استثناء آن مثلا گربه چشمش بسته از صبح کم کم واقع میشه. یه چیزای کوچک ولا هیکلش و تمامه فکرش همون هم. ولی انسان خیلی فرق میکنه. یه انسان تازه به دنیا آمده، نوزاد، نوزادم شش ماهه، شما مقایسه کنید با یه انسان 40 ساله، 30 ساله، غیر از مسئله ریز بودن جسته که اونو خوب یه ذره بین بذارید بزرگتر میشه، غیر از اون مسئله خیلی تفاوت داره، خیلی ترقی. ما اسمش میداریم ترقی. خدا در انسان یه شعور و آگاهی، شعور نه به معنی میگن آدم بیشعوریه، نه، شعور یعنی آگاه بودن بر وضع خودش. در روانشناسی میگن یه حسی، میگن مثلا میگن شما بدنتون مثلا میخواره، میخواد بخارونید، دستتون میدونه، میفهمه کجا میخواره. یا الان چشمتون هم بذارید میتونید ببینید وضع بدنتون در چه حاله. ولی این شعور رو ما در حیوانات نمیدونیم دارن یا ندارن. ما که چیزی از نمیفهمیم که به نظر ما ندارن از اولی جان. ولی ما انسان شعور داره. این شعور همون اول متوجه به روح میشه، به حیات میشه. حالا بعضی ها خیلی دقت دارن، وسواس دارن که اسم روح نبرن. روح وجود نداره، میگن خیلی خوب نداره. متوجه حیات خودشون میشن، زندگی. این زندگی رو میخواد در همه چیزهای دیگه میبینه. خیال میکنه همه هم اینجور حیات دارن. این داستانهایی که از اوایل بشریت مونده، به خصوص داستانهای خدایان و مردم، آخر چطور ما تعجب میکنیم حالا که یه سنگی آفریدن دیدن، یا یه نجاری کردن، یه بوتی آفریدن، میذارن اونو میپرستن. الان به نظر ما خیلی عجیبه. با وجود این که اثرش در خود ما آشکار هست کمی، و اون این هست که یه چیزی که از دیگران، از بزرگانمون یادگار داریم بهش علاقه بندیم. حالا این اگر یه مجسمه باشه میشه بت پرستی بزن. بشر میخواد به هر چیزی جان بده که با خودش تنها نباشه. عروسک بازی که میبینی، بچه ها عروسک بازی دارن. حیات می‌بینی، به یه عروسکی فکر می‌کنی زنده است،
باش حرف میزنن دیگه. بازی بچه هاست، ولی بازی ایست که ما اون روح و فکر اون بچه دیده نمیشه. اون فکر و روح اون بچه اینه که میخواد از خداوند میخواد. اون کسی که به من روح داده حتما به این عروسکم روح داده. بود هم بود هم همینجوره. بود میپرستیدم. فکر میکردم خداوند به این بود هم یه روحی داده. حتی آثار این در این عرفانهای چیز عمر دنیا نمیدونم آرژانتین، برزیل، کجا میبینیم. می سنگ با ما حرف میزن، سنگ حرف زد، سنگ گفت چیم برای همه رو. البته ما عرفا هم همچه حرفی میگن، مطمئن نه از اون جهت اشتباه نشه. برای اینکه اون میگه با همین زبانی که من میگم حرف میزنه و منم بهش گفتم و اینا. ولی عارف نه، عارف میره گفتم با اون جایی که میبینه یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض، میبینه که همه زمین و آسمان دارن تسبیح میگن. منتها چجوری تسبیح میگن؟ به اون زبان خودشون، زبان بی زبانی. البته این شخص، این عارف بعد که بخواد یه مقداری از این عارف بگه ناچاره بگه اینجور حرف میزدن، اینجور میگفتن. ولی این غیر از اونه. اون مرحله ابتدایی زنی بچه کوچکی که هنوز کامل نشده، این تجسم و حیات رو میده به جامدات. ولی در اینجا عارف و وقتی که خودش وصل شد به مهدی، به جان دهنده، به اون وصل شد، به این هم جان میده. این جان غیرت. به هر جد چیزی میگه همین خاصیت. در بشر به این صورت مونده که به همه چیز رو نشانه میدونه، نشانه. میگه در هر چه نظر کردم سیمای تو میبینم. این همون حالت معنویشه. این مظهریت رو که در هر چه نظر کردم سیمای تو میبینم، این مظهریت رو بشر اولیه به همه موجودات میداده. درخت مثلا به درخت ها، اول بار از درخت ها، به درخت سر مظهر آزادگی میداده. به درخت بید که سایه اندازه و نار و هم مظهر آسایش دادن به دیگرون میده. به هر کدوم یه مظهریت میده. به گیاهان همینجور. اون وقت البته اینا دیگه بعد کم کم و بشر جلو رفت اینا فهمید
فراموش شد، بعضی هاش مونده در تاریخ. مثلا گل ها، اصلا خود گل که توجه داره بشر بهش و توجه دادن، خود گل من در هر گیاهی نشون دهنده آمادگی برای باروری، یعنی نشون دهنده به موجودات که خداوند هر چی را آفریده باروری بهش داده. حتی بشر اولیه این خاصیت رو به سنگ ها میداد، این سنگ بچه کرد. راجع به درخت عملا دیدیم گل هم هر کنون به همین حساب یه معنای براش درست کردن. گل سرخ مثلا علامت چیه؟ گل روز. گل گلاب از لحاظ بوی خوش و از لحاظ اینکه پیغمبر گفت خوش دوست دارم بوی خوش، یادگار پیغمبره. گل نرگس مثلا که در لاتین هم بهش میگن نارسیس، این چیزش خیلی متداول اونجا. نارسیس که از خدایانشون بود، حالا به هر کدوم از اینا یه معنایی دادند. البته این معنا معنایی نیست، حقیقتی که به این معنی داشته باشه که واقعا اینجور باشه، این معناییست که ما بهش میدیم برای زندگی خودمون و برای اینکه خداوند هم ما را خلیفه خودش در زمین قرار داده، یعنی به ما اجازه تصرف در زمین داده، ما را وکیل کرده. ما وقتی میگیم گل گلاب یاد پیغمبر میایم، خودمون این صفت رو به این گل دادیم. ولی این گل یه برگشت چیز گیاهی، بوی خوشم، خیلی گل ها دارن، خیلی عطر ها دارن. ولی اینها را در خود آداب شرعی و آداب اسلامی هم این رعایت، این چیزی که دستور رعایت این چیزها را داد. و خب این مسئله تز رو گاهی بعد یا به صورت مجسم میبینن این حالات رو. در داستان ها شر حال حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله میگوین خب تا کودک بود، خیلی کودک بود، در حضرت با برادر خواهرای رضاییش که شیر میخوردن و قبیله میرفتن تو صحرا بازی میکردن، یه مرتبه حلیمه که مادر حضرت بود نشسته بود، دید دو تا بچه‌هاش، بچه‌های کوچک هم بازی محمد بودن، بودو اومدن و گریان و ناراحت. گفت چی شده؟ گفتن ما دیدیم که دو تا سفید پوش آمدن، یکی افتابه لگنی دستش بود با آب میریخت، اون دیگری محمد رو هم بازی شونه گرفت و سینه شکاف
یه سیاهی بود در دل، اون سیاهی رو در آورد انداخت دور، دستش شد در محمد شست و پاش ما ترسیدیم. حلیمم خیلی ناراحت شد. اولا این توفیق رو داشت حلیمه که خیلی به حضرت علاقه من بود، شاید از بچه های خودش بیشتر علاقه من. برای من کودک به قول خودش امانتی بود، دست او دایه بود. دو به تو بیا بود دید نه محمد استاده بازه میکنه با خودش مونده. آثار زخمی هم نبود که اینجا رو شکافتن. از خود محمد پرسید چی بود قضیه؟ حضرت گفتن اینجوری بوده. اینجوری شد. من ندیدم در کتاب ها که کسی دیگری غیر از اینها دیده باشه و بگه من اونجا بودم که این کار شد. ولی همه تأیید کردن، برای اینکه خود پیغمبر گفت. خود پیغمبر اگر میگفت خورشید اومد پایین به من سجده کرد، راست درست بود، همونجا بود. ما ندیدیم ولی او دید. خب چه بسا این حالت تجسم یه معنویتی بوده. حالا بود ظاهرش هم شده یا اونقدر این تجسم قوی بوده که واقعا دیدن که دو نفر آمد و چنین کرد، اون بحث زیاد درگیرش نشد به همچه. ولی واقعیت داره. برای اینکه خود پیغمبر فرمود این داستان نقل از خود پیغمبره، راوی دیگری نداره، راوی بزرگی مثل من. خیلی خب پس اینا چی بود؟ پس یعنی چی این کار چی؟ آیه قرآن در یه جایی داره راجب مؤمنینی که راجب مؤمنین، اونهایی که خیلی هم ارزش دارند در نزد خداوند، که میرن باید وارد بهش بشن، ولی در دلشون یه جزئی قلی و سیاهی نسبت به یک برادر مؤمنشون هست. میگه قرآن میگه منشنن در گلن چه؟ انزو علی من قلن اخوانن علی سرر مد. میگه خداوند اول اون لکه قل و قشی که در سینه مؤمن هست، مؤمن بالاخره بشر است که جایز الخطا است، خطا داره، اون خارج میکنن، بعد میفرستنش به بهشت. این داستان محمد هم همینجور بود. گفتن سیاهی که در دلش بود. سیاهی در دل بشر چیه؟ با اون سیاهی به بهشت نمیتونه بره. این سیاهی رو خداوند فرستاد که پاک کنن، بشورن. از پیغمبر این سیاهی شسته میشه و سیاهی که در دلش هست نسبت به مؤمنین دیگه شسته میشه. یعنی همون وقت سیاهی نداره، ولی بعداً سیاهی پیدا میکنه، شسته میشه. به عنوان اینکه بدونی چجوری سیاهی پیدا میشه، فکر میکنیم یعنی این
یکی دیگه ممکن جور دیگه فکر کنه. نگن وحشی غلام ابو سفیان بود. خیلی در نیزه در مهارت داشت. از فاصله دور چیز میکرد. زن ابو سفیان هنده هند که هند میگیم، هند جگرخوار. اون خیلی عناد داشت با حضرت حمزه. علت شمید بود که حضرت پدرش، شوهرش، برادرش رو حضرت حمزه کشته بودن در جنگ. و این خودش رو زی حق میدونست که انتقام بگیره. به این در اون جنگ به این وحشی وعده داد گفت اگر حمزه رو از روبرو که کسی نمیتونست بکشه. هیچ کس جرات نمیکرد. حمزه سید الشهدا لقبی که پیغمبر داد سید الشهدا. حمزه سید الشهدا رو کسی نمیتونست از روبرو بکشه. هند به این وعده کرد گفت اگر حمزه رو کشتی که نقب نگه بزنی آزادت میکنیم غلام و مالی هم بهت میدیم. مثلا که دیدین در جنگ گفتن دیدم هست در فیلمش هم نبود دیدین که حمزه وحش آمد از پشت سر نگه زد حضرت رو شهید کرد. حضرت حمزه تنها بود در مدینه. همه اونای دیگه اهل مدینه بودن، عزادار بودن. پیغمبر وقتی برگشت به شهر دید همه منزلا عزاداری میکنن. منزل حمزه خاموشه. کسی نداشت که خیلی حضرت ناراحت شد. فرمود که صاحب عزای حمزه منم و عزا داره که خیلی علاقه من بود حضرت بید. و بعد یا بعضی هم میگن قسم خود یا قسم نخود و جن فکر کرد که اگه دسترسی به حمزه پیدا کنه او رو مسله کنه، یعنی زنده زنده تک تکش کنه. که بعد خداوند دستور داد مسله کردن ممنوعه، هیچ کس حق ندارید مسله کنید. بنابراین این قسمت فرمان نظر پیغمبر رو حذف کرد. ولی خب این بود که اگر پیغمبر دسترسی پیدا کنه حمزه رو بکشه. یه روز حضرت نشسته بودن، یه نفر عربی آمد با اون لباس سر و صورت همه بدنش پوشیده، فقط چشمش دیده میشه. آمد گفت که محمد من میخوام بیعت کنم به اسلام. ایمان آمد و بیعت کرد و چیز بیعت اسلام. بعد که بیعتش تمام شد اینا رو برداشت. حضرت دیده وحشیه. گفتن که من میخواستم تو رو بکشم اگه دستتی پیدا کن، ولی اسلام الاسلام یجب به ما قبله. اسلام موجب میشه که همه گذشته بخشیده شده. بنابراین تو بعد از اسلامت هم کاری نکردی. من روی تو دست دراز نمی کنم. انت قصاصی نمی کنم. ولی مسلمین که این اطلاع ندارن نسبت به تو غضبناکن. اگه ببیننت می کشنت. زود خودت بپوشون از مدینه برو بیرون.
این بخش این کار کرد. این جلوه و تجسم همون آمدن فرشتگان و پاک کردن سیاهی قلب پیغمبر. درسته که از لحاظ ما هیچ سیاهی هم نیست، ولکن فالقصاص حیاتون یا اولی الالباب قصاص چیزه بود، ولی برای پیغمبر چیز بود؟ منظور تجسمه چیزی. حالا خداوند گاهی جور دیگه محبت به مؤمنی میکنه. اون مؤمنین موقع لیاقت به اندازه ده یک پیغمبر ندارم که اینجوری کنه، به اندازه شأن ما چیز میکنه. مثل اینکه مثلا شما انعام میدید به اشخاصی، انعام میدید، هر کسی به اندازه شأنش انعام میدید. خداوند هم انعامی که به پیغمبر میده بالاترین شأن هاست. فرشته ها رو میفرسته، یعنی مأمورین خاص خودش رو میفرسته. ولی در مورد مؤمنین ممکن اون سیاهی که در قلبش هست اون از قلبش برداره. گاهی برای این خوب قواعد چیز رو رعایت کنه، اون سیاهی رو به مغزش میداره، به چه سردرد میگیره. خیلی از سردردها رو من که گفتن دیدم که در واقع از سیاهی قلبه. سیاهی قلب رو رفع کنن، زردت خود به خود خداوند انشاءالله قلب ما رو خودش خوب نگه داره.